بزرگه به این سادگی تمام نمیشه. بریم شروع کنیم داستانش رو. خب آقا من این وسط میتونم شروع کنم ریاکت نوشتن. خب ریاکت خودش یه در واقع اینجا اگه نگاه بکنید میشه یه نماینده چیز دیگه، کتابخونه ریاکت. اینجا اینو میبینید یه کلی پراپرتی تابع داره. بریس بازو بسته میکنم، بیا بنویسم ریاکت دات کرییت المنت. یا تو داکیومنت دات کرییت المنت کردیم، اینجا همین میگه تگایی که میخوای استفاده کنیم. میگم دیو اینجا بریس بازو بسته، تمام اتریبیوتاتون رو میتونید قرار بدید، مثلا کلاس آی دی استایل فلان، حالا هر چیزی که هست. فرض کنید من هیچی نمیذارم و اینجا قرارش میدم مقدار رو هلو داش ورد. خب میام اینجا و اینجا به هلو ورد رو گذاشت. اگر شما بیان اینسپکت بگیرید و اینجا قرارش بدین، بیاید چرا حضور بیاید توی این قسمت، بیاید توی دیو نگاه کنید، یعنی یه دیو جنریت کرده با به نام هلو ورد، توش دیتا هلو ورده. خب من میتونم فرزندم برای این جنریت بکنم. جانم بگو یه کلاس نیم هم میتونی بشه. آره میشه میشه. من میتونم جاش تکست بذارم، میتونم باز اینجا فرزند برای این جنریت بکنم. میام اینجا میریزم react dot create element و اینجا میام میریزم h1. باز میتونم براش کلاس بذارم، بریس باز بسته نمیذارم و میام اینجا یه مقدار hello dashboard رو قرارم و میام اینجا به جای h1 میذارم پی آن باشه هلو ورد. یه دونم تگ ای میذارم توی این اتریبیوته، چون ما ای اتریبیوت مقداری دارم به نام href، میذارم href و میذارم مثلا https google.com. خب این حالا میذارم هم مقدار گوگل. میام اینجا اگه نگاه بکنی همه رو جنریت کرد، میبینی h1 p a عمر رو جنریت. این داستانش چیه؟ داستان اینه که ریاکت داره از یه گزینه استفاده میکنه به نام بابل. میبینی؟ بابل چیکار میکنه؟ میاد شما اگر بیاید و اینو من کپی میکنم جاوا اسکریپت بنویسید، بابل بابل دات آی او بچه آنلاین هست. خب این بابل جی اس رو میزنیم، یه وبسایته که میگه آقا شما بیا و جاوا اسکریپت بنویس. اصطلاحا میبینید گزینه داره به نام try it out. خب میگه شما جاوا اسکریپت بنویس، من چیکار میکنم؟ HTMLش رو برات تحویل میدم. یا HTMLش رو بنویس، من اینجا میمیسم div کلاس مثلا parent و div میبینید اون بر جنریت کرد. چون گزینه هلو دشورد یه لاره ایپسون و ای اشرف و اصلا گوگل نات کن. یه دارم اینجا گوگل من بنویسیم. بیده قطع کنم این تک تک این کاری که من کردم اینجا چیکار کرده؟ اومده داره میگه مثلا children اومده اینا رو همه رو children و موارد رو برده اینجا براتون داره generate میکنه. اومده JavaScript شروع که نوشتن داره JSX هم مینویسه. خب حالا JSX runtime موارد رو برده اینجا داره مینویسه. من ببینم ریاکتیش رو داره ریاکتی مینویسه. ها؟
حالا اومده به این صورت داره در واقع مواردشو به این صورت داره ریاکت رانتایم داره به این شکل داره جی اس ایکس شو می‌نویسه. یه در واقع شما می‌خواید چیکار بکنید؟ ببینید این داره اینجوری من می‌نویسم، من در واقع باید بیام به این شکل بابل داره در واقع اینا رو تحویل می‌گیره، یا من میام اونور HTML می‌نویسم اینا رو خودش HTML رو تبدیل می‌کنه به جاوا اسکریپت. یعنی مثلا من یه دیپ توی کامپوننت الان می‌نویسم یا یه مقدار H1 می‌نویسم، همه اینا رو میاد با این دستوراتی که می‌بینید یادتون می‌نوشتم document.create element مثلا H1 کلاس می‌دادم، تکست کانتنت همه این کارا رو من می‌کردم، درسته؟ این خودش میاد کارهای مربوط به JS رو انجام میده، تو HTML شو می‌نویسی خودش JS انجام میده. خب در واقع ریاکت میاد این پالیسیش و سیاستش به این شکل هستش، میاد به این شکل شروع میکنه پیاده سازی کردن که ما اینجا اومدیم دیدیمش. سوال داره در این مورد؟ اصلا اون بریکس بازوبسته برای چی بود؟ اینجا اتریبیوتاش قرار میگیره، مثل کلاس نیم، استایل، آیدی، تایتل، آنکلیش، حالا هم مواردی که وجود داره. خب میاد به این صورت برمیشه. خب سوال داره؟ من این رو دیگه پاک بکنم. ما اینجا همچین کاری نخواهیم کرد. چی کار میکنیم؟ میخواییم با یه چیزی آشنا بشیم به نام ساختن کامپوننت. آقا این قیافه ریاکت بود، هر جاش که فکر میکنید نمیفهمید به من بگید از اول توضیح بدم. ریاکت چیه؟ یک ویرچوال دامی این وردارید شما که حالا میاد آخرین تغییرات نود یا اصطلاحاً اون نود هامون یا یال هامون، حالا یال هایی که به نوداتون وصل میشه، به اون دیتا ها وصل میشه، آخرین تغییراتی که اونجا اعمال میشه رو به دام اعلام میکنه. خب با کمترین هزینه‌ای که شما باید پرداخت بکنید. من پس یه دام دارم یه وی دام دارم، اون وی دامه در واقع تغییراتی که وجود داره رو میاد به ما نشون میده. سوال در مورد این داری بپرسید. ریاکت همینه، یه پابلیک پوشه پابلیک داره، یه ایندکس اچ تی ام ال خواهد داشت با روبوتیکسی که برای سئو شه، حالا من کاری با این ندارم، یه دارم سورس داره که حالا ایندکس جی اس شه، قراره تو این سورس همه نوع اتفاقی بیفته، ماژول بسازیم، کامپوننت بسازیم، فردا پروژه بسازم، پروژه‌مو تیکه تیکه بکنم، سی اس اس بسازم، سی اس اس ماژول بسازم، اون تو کلی داستان داره اینجا تمام دیتا ریداکس اینجا میاد، ایمیج اگه قرار بگیره اینجا باید قرار بگیره، سی اس اس هاتون اینجا قرار بگیره، همه چی اینجاست، در نهایت میاد بیلد میشه و یه پروژه به شما تحویل میده که میاد رو هاست میذاریم که این کار رو انجام میده. سوال در مورد این قسمت، پس شما یک فایلی داره به نام index.js که با index.html در ارتباطه که قرار هستش تو این رندره چه اتفاقی بیفته، تمام فایل html-ت قرار بگیره. سوال آن چینج دارم، آن کلیک دارم، آن موز جان؟ بعد داخل همون ریس بازه بسته آن کلیک بوده آره. خب بریم سراغ